سلام بچه ها، امروز بیلی امروز هوای ونکوور 28 درجه است. میدونم 28 درجه برای خیلیاتون شاید اصلا گرم نباشه، ولی گرمترین هواییه که ما فعلا امسال توی ونکوور داشتیم. واسه همین میخوایم بریم بیرون، میخوایم بریم یه کوچولو پیکنیک کنیم. پیکنیک؟ چیز تصور تو از پیکنیک با پیکنیک بقیه فرق میکنه. میدونی که بچه آدم حتما نباید یه چیزی بخوری تو پیکنیک. الان غذا نداریم باز واسه پیکنیکمون. حتما نباید غذا بخوری تو پیکنیک. پیکنیک اصلا میری غذا بخوری، فقط کار دیگه ای نمیکنی تو پیکنیک. پیکنیک فقط غذا خوردنه. پیکنیک فقط غذا خوردنه. تو از این مدلایی میگی که باربیکیو میارن و موزیک میارن میرقصن و اینا، تو اونجوری تو سرته. من میخوام برم فقط بخوابم زیر آفتاب ریلکس کنم و این کتاب رون باگتو. خب بریم غذا میگیریم. من قهوه میخوام، من ماچا میخوام، من میخوام ماچا امتحان کنم. من تا حالا ماچا نخوردم. من یه قهوه میگیرم، تو خوراکی میگیری، میریم پیکنیک، هوا گرمه. بریم. اوکی بریم. جا پارک میکنم. پارک شده جا پارکم. اوه این نون بربری هم میتونیم بگیریم ها. چیکار داریم؟ بذاری براتون تعریف کنم. اینجا یه مغازه ایتالیایی خیلی خیلی باحاله، یه سوپرمارکت ایتالیاییه که من و کوروش ازش خیلی خرید میکنیم. الان رفتیم برای پیکنیک، ازش ساندویچ و چیپس خریدیم. خدا شکر. بعد به همون یه دونه شکلات مجانی با یه دونه قهوه مجانی داد. بعد رو قهوهش هم بیسکویت. این شکلاتیه که مجانی دادن. واقعا چه جنس مجانی؟ این خارجی آخه مرام ندارن بچه مثل ایران. خیلی بی مرامن. مثلا مثل اینکه خیلی مرام دارن. بذار واسه یه موقعیت مناسب. نه بذار میخوام به بچه ها نشون بدم. بده. نه اینو کادو نده، میخوام به بچه ها نشون بدم. خیلی تلخه. شما شکلات دارکم بچه. شکلات من شکلات شیری خیلی بدم میاد. شیرین بیشتر دوستن یا تلخ؟ شیری من تلخ اصلا نیفهم. چرا آخه چرا اصلا آدم بخواد بخوره آخه اصلا تلخ؟ من این شکلات مورد علاقه دوستم. آدم شکنجه کنه خودشو. قهوه چه مزه‌ایه. چی بده بچه‌ها؟ خیلی بد سلیقه. من قهوه تلخم، شکلات تلخه. چرا انقدر تلخ می‌خوری؟ با اوت میلک شیر کاکائو. من همه آهنگای سینماموزی که دوستشتم گوش دادم. یه دونه قهوه کاملا خوردم. میشه دیگه من آهنگ انتخاب کنم حالا؟ خیلی انرژی دارم، احتیاج دارم انرژی یه جا تخلیه کنم. اوه 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 پس میدونم چی بذارم. بچه دیر سعی کردم این رقص باتر بی تی اس یاد بگیرم، ولی انقدر سخت بود که وسطش پشیمون شدم. اپل میوزیک داشت سعی میکرد اینجا رو بگیم. چه خوشگله، بریم اینجا. قاز داره به زمان قاضی میگه اگه یه قدم بیاید دارو بزن میتونم ش** کنم. بدبخته. باورم نشه یه بار اومدیم پارک، خیلی خوراکی داریم بچه ها. من این سری کتاب آوردم، نمیدونم کدومش رو میخوام بشینم اینجا بخونم، ولی قراره با هم انتخاب کنیم. چی کار میکنی؟ این کتابایی که آوردم. واه توش طلاییه بچه ها چیپسه. بچه ها کتابایی که با خودم آوردم، یه دونه جینره. من یکی از اولین، یکی نه، اولین کتاب بزرگی که خوندم جینر بود. خیلی روم تاثیر گذاشت. واقعا عاشق کتابشم. همین الان یه ورژن دست دوشو گیر آوردم، سری رفتم خریدمش. خیلی
دوستش دارم. شاید اینو دوباره بخونم. اینم کتاب جدیدیه که خریدم، توی این یکی دو هفته میخوام بخونمش. روشنده موقعی که داشت حساب میکرد بهم گفت خیلی کتاب خوبیه. On Earth We're Briefly Gorgeous. تایتل ویدیو رو میتونیم بذاریم پیکنیک جهنمی. وای نشستی رو ساندویچ هم میا ساندویچ هم نشستی روش له شد. این فکر کنم مال منه. آره این یکی برای من، این یکی برای من. مور برای من خدای خوبه. چام 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 دادی آما ماساچی ویلیام ویلیام میساچی. از اول میریم یه بار دیگه این بار روز کنم. چام نه چام 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 دادی آما ماساچی ویلیام ویلیام ماساچی آملو. یه بار دیگه یه بار دیگه اضافه میره. دادی آما ماساچی ویلیام ویلیام ماساچی. بچه‌ها من نمیدونم جینر رو خوندین یا نه، ولی خیلی کتاب ناراحت کننده یه برای اینکه توی روز آفتابی بیایم روی چمن بخونیمش. آقا هندونه رو نمیخوای باز کنیم؟ هندونه رو یه قاچش بزنم برای من. خیلی دارم به فکر فرو میرم، زیادی از حد ناراحت کننده است. میدونی داستانش رو کورا؟ نه فیلمشو ساختن؟ آره چند تا فیلم ازش ساختن تا حالا، ولی هیچ کدومش با خوبی کتابش نیست. کتابش خیلی قشنگه کوروش، باید بخونی. بچا کوروش یه بار به اصرار من شازده کوچولو رو خوند. کیمیاگرم نصفه خوندی؟ بگو به بچا، بگو کتابایی که خوندی. شعر از حس گن به نام خدا. این شعر نیست، شعر بگو. آب را گل نکنیم. در فرودست انگار کفتری میخورد آب، یا که در بیشه دور سیره پر میشوید. اگه سراب سپری تو دوران تیک تاک تا فرو شوید. اندوه دلی. خب ببین چه که چاقو اینا نداریم، من با قدرت بازوانم فکر نمی کنم. قاشقم نداریم، من خواستم با قاشق از توش بخورم. 3 2 1 بذار هر 7 تا چاکرام باز کنم. من فکر نمی کنم به چاکرا همش داره باز میشه. 3 2 1 با مشت بریم بریم فقط آب لمبوش کن. وای سمیه وای احساس کنم تو جنگ پیروز شدم با دشمنم. با باورم نمیشه با سرت اینو شکوندی. حالا بعد این وحشی ها اینجوری بخورم. جوجو جوجو دارم میان همینجور. جوجو ها میان بزرگ بخوریم بریم. دستمال نداریم؟ نه دستمال نیاوردم. نه بریم. خب بچه میدونین چی جدیدن خیلی مده که من اصلا نتونستم هنوز باش ارتباط برقرار کنم؟ این ناخون مصنوعی خیلی درازا که روشون طرحهای عجیب غریبه خیلی خوشگله برقی رنگای مختلف باحال داره. من کلا از بچگی به خاطر اینکه کلی سال پیانو و اینا میزدم همیشه عادت داشتم که ناخونامو کوتاه نگه دارم. بعد چون استادمون خیلی حساس بود روی ناخون، یعنی میگفت که این گوشته این نوک باید بخوره به کلاویه، واسه همین اگه که یه سر ناخونمون بلند بود عصبانی میشد. در همین من همیشه عادت کردم که ناخونامو کوتاه نگه دارم، حتی وقتی یه کوچولو بلند میشه میره رو عصبم سریع از ته کوتاهش میکنم. ولی چند وقت پیش اینجوری بودم که دلم میخواد یه بار از این ناخون بلندا امتحان کنم، واسه همین از آمازون اینو گرفتم. مروان پروفشنال نیل آرت. بعد هیچ نظری ندارم که چجوری ناخون مصنوعی کار میکنه. به نظر خیلی 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 کار پیچیده و سختی میاد، واسه همین اول یه دور میخوام روی کوروش امتحانش کنم. بعد اگه تونستم درش بیارم برای خودم درست میکنم. کوروش بیا جایزه بیا اینجا برات جایزه خریدم. نمیخوام من اصلا از این ستاپ دوربینت اینجاست برم به یه کاری. همیشه میخوای یا اماری داری میخوریم یا لاک میخوای بزنی به ملان. بعد از این دستگاهی ژل خوش کن میگرفتم
دارم از اونا. اینا تا کی میمونن رو ناخون؟ نمیدونم. سر تو قرار بفهمم ولی. سلام بچه. من ناخون این سایزی نمیخوام. من ببین من با لاکس من مشکل ندارم. خب من خودم که تینیج بودم برای اینکه متال بازیمو ثابت کنم سیاه میگم لاخو بچه ها. مشکل ما این بلندا سلام. من قبلا نمیخوام. سخت این بلندا. اینا مد روزه. بعد تازه این اونقدر که فکر میکنی بلند نیست. از اینایی میخواستم بگیرم که خیلی چیزن. این چیه؟ این چه چیز وحشتناک نکن. انگوش چرا توش هست؟ چقدر عجیبه این. روش هست صفحه کار داره. نکنی نه قیده وایسا. آه یه جوریه. نه وایسا انگوشم خوزم. اول لطفا بخون بینیم تا چند روز میمونه. تو کوتیکولات اصلا آمده این کار نیست. کوتیکول چیه؟ امشب میدونی که قرار بریم بیرون. اینا پکنده شن. نمیشه من اینجوری که نمیتونم بیام بیرون که. خیلی قشنگ میشه. اصلا نمیتونم چیزی بردارم با اون ناخونا. الان بیشتر انگیزه گرفتم که درست کنم ناخونا تو. این برای چیه؟ برای اینکه ناخونا رو بذارم روش. خاله هستم خیلی خوب. نترسم بپوشونم خالمو. ببین الان کاری که میخوام بکنم اینه که ناخونای تو رو بچسبونم سر جاشون. وای. گوشتم هم چسبیده به ناخونه. آره. گوشتم چسبیده به ناخون. گوشتت چرا خالی میبندی؟ گوشتتو نچسبوندم. احساس... گوشتت زیر پستته. پست تو مهمونی چند سس میتونم چیز کنم. چیپس و با این از سس و وای ناخون بشکنه چقدر درد داشته باشه. وای نکنه از این مدل بد بشکنه. بذار چسب کنم تبرد میزنم. مدل بد بشکنه یه هیچی. این ناخون هم میکنه وقتی کنده شه. خب چیکار کنم؟ محلولی داره بزنی کنده شه؟ باید بری آرایشگاه بپرس. مطمئن اینجوریه؟ مطمئن اینه سیستم آدم ها چسب میزنن اینجوری به ناخونشون ناخونه دیگه ایو؟ مگه چرا این کارو با خود بکنی آخه؟ ناخونه دراز شه. آه وایسا نه 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 نکن گیز گیزیم کردی. وای از این صدا بدم میاد. میدونی یه کاری که بعد میکردم چی بود؟ روی این بعد یه لایه از این تاپ کوته بیس کوته میزدم. صداش بعد میذاشتم توی دستگاه یووی که سفت شه. ولی دستگاه رو نخریدم، فقط اشتباهی این همین پک ناخونش رو خریدم. خب واسه همین فکر کنم یه راست برای تو رو یه لاک بزنیم و من خواهم گوگل کنم میشه اینا رو برداشت. بچا زیبایی هم سختی خودش داره دیگه، چیکار کنم؟ چه سجی میده انگار یکی دیگه داره نازم میکنه. انگار یکی دیگه است بچا. من میخوام یه راست برات لاک بزنم. میدونی چرا؟ قرمز. چون که اون دستگاه یووی رو ندارم. گفتم به دستگاه یووی رو ندارم. آره گفت. صورتی نمیخوام، قرمز میخوام. صورتی هم خیلی قشنگ میشه رو. قرمز دوست دارم. میخوام داف باشم. داف سنگینم بچه‌ها من. میگم که خیلی سنگین. مش نمیتونی بکنی دستتو. حیف شد. میخوای بری بوکس تو این چند روزه؟ نمیتونی. آدم نمیتونه دستشو مش کنه. میخوای بری بوکس یا نه؟ چه جوری زندگی میکنیم بدون اینکه دستتو مش کنی؟ تو بدترین مشتری هستی که تا حالا داشتم. اصلا تو مشتری نداشتی ایش و کریستوفر بودی؟ She's dancing with me cheek to cheek. نترسی مام در من نکن. بچه کلا رو گرون شد از این روز. چون من یه پله دافتر شدم. قیمت کلا رفت بالا. ببین دافترین آدم ونکوورم من. داف شاخ ونکوور. داف ونکوورم بچه الان. وای. باشه برو ببینم. وای. تموم شد. خدافظ. واو. دل تلنگ داف. دیگه دافتر اینجا آره میکنن. وقتی هر روز سلام بچه ها. خوش اومدین به یه مجازات جدید. طلایی بودنشو میبینی؟ وای وای ببرم ببرم رور رور وای موهای تنم سیخ شد بچه ها. انقدر که حال دارم میکنم و خودم. چجوری تعامل میکنین این ناخونا رو بچه؟ درد نداره؟ دردش کجا؟ دستشوی رو چجوری چیز میکنین؟ میخوام کارهای روزمره اون دیگه انجام بدم. موز رفت زیر ناخونا. هیچ کار خیلی سخته.
خب پیشنهاد میکنی تمام اینا برای این بود که من تست کنم ببینم من بذارم نه زندگی باشون سخت، یعنی واقعا فکر کنم تمرین نیاز داره. مثلا این موضوع رو چجوری آدم حل میکنه؟ موضوع این زیره رو ببینم. سه این موضوع این زیره چیکار میکنی؟ همیشه حالتت چیزی میری؟ بابا حالا نه ای ای بذار ببینم گیتار میچزه. چه قشنگه دست. ببین دستت آخه یه تتوی خوشگلی هم داره. اصلا نمیشه باش گیتار زد. میتونم اینجوری کنم. نمیشه باش گیتار زد؟ نه هیچی چه باش نمیشه کرد جز اینکه داف باشی. هم فقط فکر کن فقط این درس رو داشتیم برای انتخاب کردن یارتون. چه حسی داشتیم؟ چرا این چیش میکنی؟ نکن نکن. خب بچه ها میام بذارم اصلا تعریف کنم که چه اتفاقایی برام افتاد. چقدر اون دستت که نداره بی تریپه. چقدر این قشنگ کنه. بشکنم نمیشه زد درست چون ناخونات نمیدونی چه حرفایی زد تاتیانا به هم دیشب. دختر از این چیزا نمیگن دیگه نمیتونم تحمل کنم. لطفا اینو درش بیاری. گفتم که من تو کار ریموف نیستم. نمیدونم چرا که من تو کار ریموف نیستم. اپلای برای ریموف بعد بری پیش یکی دیگه. الان فشارم میفته اگه این در حیات.